با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان خاص هم میهنان خوب و عزیز در مام میهن برنامه های خبری تحلیلی شبکه تلویزیونی ایران فردا همچون همه شب با برنامه شامگاهی آن سوی خبر گشوده می شود با تازهترین اخبار و گزارش های دریافتی از ایران منطقه و همینطور جهان و امور بین الملل نخست مروری کوتاه بر سرفصل اهم مطالب و عناوین رویدادهای تنظیمی در طول 24 ساعت گذشته ادامه واکنش ها به نامه 47 سناتور آمریکایی با تازه ترین اعتراض آلمان همزمان با اظهار نگرانی سریح علی خامنه ای مبنی بر اینکه نگرانم پویش آزادسازی وبسایت های فیلتر شده از سوی گزارشگران بدون مرز در میان حجم شدید فشارهای رژیم های خودکامه همچون جمهوری اسلامی و برخی از کشورهای منطقه ای اعتراض مسئولین عربی کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به مداخله همه جانبه سپاه قدس ایران در کشور همسایه عراق همزمان با اعتراض شدید و لحن ایاد علاوی معاون رئیس جمهوری عراق نسبت به اظهارات استیلا جویانه یونسی مشاور روحانی و بالاخره پایان شایعات بازداشت و انتقال مهدی هاشمی به اوین و چند خبر دیگر بین المللی و داخلی اهم مطالب و موضوعات خبری برگزیده امشب جمعه 22 اصفان ماه برابر با 13 ماه مارس میلادی است. همینک مرور میکنیم بر شرح جزئیات رویدادهای دریافتی از ایران و جهان. نخست سردار قاسم سلیمانی نظامی ارشد جمهوری اسلامی و ماجراهای مداخلات مستقیم نیروهای تحت امر وی در عراق موجی از جدالهای منطقی و داخلی در ایران را نیز برانگیخت تا جایی که مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران با صدور بیانیه از رسانه ها خواست تصاویر این سردار ارشد سپاه که مدام در عراق و سوریه است را منتشر نکنند رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه از رسانه ها و سایت ها تقاضا کرد تا از انتشار اخبار و تصاویر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس در عراق خودداری کنند تا سندی در اختیار دشمنان جمهوری اسلامی قرار نگیرد آقای شریف در گفتگو با پایگاه خبری آرمان کرمان در واکنش به انتشار عکس ها و مطالب مربوط به سلیمانی در شبکه های اجتماعی و سایت های مختلف میگفت سپاه تا آنجا که توانسته است مانع از انتشار تصاویر و اخبار فرمانده نیروی قدس سپاه از سوی صدا و سیما روزنامه ها و سایت های دارای مجوز شده است. مسئول روابط عمومی سپاه می گفت این درخواست بنابر عدم رضایت خود سلیمانی نسبت به انتشار تصاویرش صورت گرفت و فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بارها خواست جلوی انتشار آنها گرفته شود. لازم به توضیح است که در روزهای اخیر تصاویری از آقای سلیمانی در حین حضور در های عملیاتی در عراق در سایت نزدیک به سپا منتشر شده است این در حالی است که شورای همکاری خلیج فارس نیز در نشست روز پنجشنبه دوازدهم ماه مارس در ریاض پایتخت سعودی دخالت ایران در عراق را محکوم و حمایت خود از این کشور در مبارزه با تروریسم را نیز اعلام کرد از سوی دیگر ایاد اللاوی معاون رئیس جمهوری اراق روز پنجشنبه ضمن انتقاد شدید از سیاست ایران در عراق و رد اظهارات علی یونسی مشاور روحانی گفت نه ایران و نه کشور دیگری نمیتواند عراق را ببلعد علاوی با محکوم کردن اظهارات مسئولان ایرانی از جمله یونسی می گفت مسئولان ایرانی خوب می دانند آنها به هیچ عنوان نمی توانند عراق را ببلند و هدف آنها از بیان چنین اظهاراتی تنها یک باجگیری است من از موضع وزارت خارجه اراق در محکوم کردن چنین ادعاهایی حمایت می کنم لازم به توضیح است که ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق نیز پیشتر اظهارات یونسی را محکوم کرده بود ایاد علاوی میافزود ما از قوه اجرایی حکومت عراق میخواهیم که فرماندهان ایرانی را از مناطق درگیری دور کنند اگر این فرماندهان برای مشاوره نظامی آمده اند پس جایشان در بغداد است و نباید در مناطق درگیری حضور داشته باشند. سخنان ایاد علاوی در واکنش به اظهارات اخیر یونسی بیان شده است. علی یونسی دستیار ویژه ریاست جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی روز یک شنبه گفته بود که کشور عراق در حوزه نفوذ ایران قرار دارد و دو کشور یا باید با هم بجنگند و یا یکی شوند. حتی در بخش از اظهارات خود بغداد را پایتخت ایران نامیده بود آن سوی خبر را با رویدادی از پیوند نهایی داعش با گروه آدم روای بوکو حرام پی میگیریم گزارش ها حاکی از آن است که گروه مصوم به دولت اسلامی یا داعش بیعت گروه شبه نظامی بوکو حرام را که در نیجریه فعال است پذیرفتند دولت اسلامی فایل صوتی را منتشر کرده است که در آن مردی که ادعا می کند از سوی ابوبکر البغدادی رهبر این گروه سخن می گوید آنچرا که درخواست بیعت برادرانمان خوانده است می پذیرت. او می گوید که آرمان بنیاد گذاری خلافت اسلامی اکنون تا غرب آفریقا گسترش یافته است و این گسترش را خبری خوب توصیف می کرد. اما صحت و اعتبار این فایل صوتی هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است گروه شبه نظامی بوکو حرام اصخاهی می کنم پیشتر با انتشار پیامی در یکی از حسابهای کاربری خود در توییتر با اعلام وفاداری به گروه موسوم به داعش با این گروه بیعت کرده بود در حساب کاربری بوکو حرام در توییتر یک فایل صوتی منتشر شده بود که ظاهرا با صدای ابوبکر شکاو رهبر آن گروه ضبط شده بود ادامه برنامه آن سوی خبر با موضوعات هستی آلمان هم به کمپ معترزین نامه 47 سناتور آمریکایی پیوست فرانک والتر مایر وزیر امور خارجه آلمان روز پنجشنبه با انتقاد از نامه ای که 47 سناتور جمهوری آمریکایی به رهبران ایران نوشتهاند این اقدام را غیر مفید خوانده بود به گزارش خبرگزاری آسوشیت پرس وزیر خارجه آلمان که برای سفری رسمی به ایالات متحده آمریکا رفته است در واشنگتن گفت در حال حاضر در مراحل حساسی از مذاکرات هستیم و چون این نامه ای به مذاکرات کمکی نمی کند. آلمان همراه با پنج کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین مصوم به گروه پنج به علاوه یک از مذاکره کنندگان با ایران برای دستیابی به یک توافق هستئی است. آقای اشتان مایر می گفت الان این مسئله یعنی گفتگوهای اتمی با ایران فقط بحث سیاست داخلی آمریکا نیست و بر روی مذاکراتی که ما در ژنو داریم تأثیر میگذارد. ایشان در ادامه این اظهارات میافزود واضح است که بی در طرف ایرانی در حال افزایش است و آنها نگران هستند که آیا ما در مذاکرات خود جدی هستیم؟ ادامه آن سوی خبر با خبری از بررسی لغو تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران یک مقام غربی به خبرگزاری رویترز گفته است مذاکرات درباره قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل جهت برداشتن تحریم های ایران آغاز شده است رویترز در خبری اختصاصی به نقل از مقامات غربی نوشته بود یک قطنامه شورای امنیت درباره توافق ای با ایران میتواند از نظر قانونی اجباری باشد که این اقدام میتواند تلاشهای آینده جمهوری خواهان پس از توافق را نیز برای از بین بردن توافق پیچیده کند در گزارش رویترز با تأکید بر آنکه قدرت های بزرگ جهانی بی سر و صدا و به آرامی مذاکرات درباره قطنامه شورای امنیت برای برداشتن تحریم های ایران را آغاز کرده اند آمده است مقامات غربی حاضر در مذاکرات گفتند که آنها همچنین در حال بحث درباره قطعنامه با 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل برای برداشتن تحریم های این سازمان از دسامبر سال 2006 تا کنون هستند یک مقام غربی که نامش فاش نشده بود در همین ارتباط می گفت اگر توافقی هسته‌ای وجود داشته باشد که این هنوز یک اگر بزرگ است ما خواهان اقدام سری درباره تحریم های سازمان ملل متحد هستیم در ادامه رویدادهای منطقه‌ای مجددا بنیامین نتانیاهو بر صدر رسانه ها نشست اما این بار در یک نظرسنجی عقب افتاده بود نتایج تازه ترین نظرسنجی روزنامه هآرتس در اسرائیل نشان می دهد مخالفان نتانیاهو از او جلو افتاده اند زیپی لیونی و اسحاق هرتزوگ دو سیاست مداری که اعتلاف احزابشان کمپ سهیونیست را شکل داده در این نظرسنجی از حزب لیکود که بنیامین نتانیاهو نامزد اصلی آن در انتخابات پارلمانیست بالاتر ایستادهاند همزمان با افزایش شکاف میان آرای احتمالی دو طرف در نظر های صورت گرفته در اسرائیل نتانیاهو هم هشدار داده است که اگر هفته آینده مخالفان چپ میانه او به قدرت برسند امنیت ملی اسرائیل به خطر خواهد افتد آقای بنیامین نتانیاهو گفته است که اگر کمپ صهیونیست برنده انتخابات اسرائیل شود در ایجاد دولت ائتلافی مشارکت نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو به روزنامه جروزالم پست می گفت که اگر در این انتخابات ببازیم خطر جدی امنیتمان را تهدید می کند. آن سوی خبر را با رویدادهای چند از ایران پی می گیریم. اقدام وزارت کشور برای رسیدگی به حمله به متحری در شیراز آخرین واکنش وعده آمیزی است که وزارت کشور رسما اعلام کرد بنابر اخبار دریافتی از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور معاون امنیتی انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور در تازه ترین اظهارات در خصوص تهاجم اوباشان به علی متحری می گفت در پی وقوع حادثه روز دوشنبه شیراز جلسه در صبح روز جاری به ریاست وزیر کشور تشکیل و پس از استماع گزارش حادثه مقرر شد هیئتی مرکب از معاون امنیتی انتظامی رئیس دفتر جانشینی فرماندهی کل قوا در ناجا و رئیس مرکز مدیریت عمل کرد بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور ضمن رسیدگی دقیق به ابعاد این حادثه و اقدام قاطع نتیجه را به شورای امنیت کشور گزارش نمایند بر اساس گزارش ها و بررسی های اولیه یکی از تشکل های دانشجویی با مجوز هیئت نظارت دانشگاه شیراز از آقای علی متحری نماینده مجلس برای سخنرانی در تاریخ 18 اسفند ماه دعوت کرده اما شورای تأمین شهرستان شیراز ضمن اعلام احتمال ایجاد تنش و درگیری در مراسم فوق با برگزاری مراسم و سخنرانی آقای متحری مخالفت کرده است در گزارش وزارت کشور گفته شده بود که علا رغم اقدامات پیشگیرانه به عمل آمده جناب متحری برای ایراد سخنرانی به شیراز عظیمت کرد و در مسیر فرودگاه به محل برگزاری مراسم توسط افرادی مورد تعرض قرار می گیرد. همچنین در این بیانیه آمده بود وزارت کشور ضمن ابراز تأسف عمیق از این گونه حوادث اجرای قانون و برخورد با تمامی کسانی که برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور عمل کرده اند را قاطعانه پیگیری نموده و به هیچ وجه اجازه اخلال در نظم و امنیت کشور را نخواهد داد. وزارت کشور استاندار فارس را نیز به عنوان مسئول پیگیری حادثه تا حصول نتیجه و معرفی عاملین آن به مراجع قضایی تعیین کرده است. ادامه برنامه آن سوی خبر با خبری از خاوری گفته شده که انتخاب خاوری با تایید محمود احمدی نژاد بوده است. سرپرست سابق وزارت دارایی گفت انتخاب محمود رضا خاوری به ریاست بانک ملی با تایید شخص محمود احمدی نژاد صورت گرفت. آقای خاوری رئیس بانک ملی بود که پس از افشای اختلاس 3000 میلیارد تومانی از کشور گریخت و به کانادا رفت. آقای سمسامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت نهم در نشست تخصصی نظام بانکی و راهبردهای رسانه‌ای می گفت سال 87 بود که قرار شد مدیر عامل بانک ملی را عوض کنیم من اسم چهار نفر را دادم که آقای احمدی نژاد هیچ کدام از آنها را انتخاب نکرد و من از وزارت اقتصاد رفتم آقای سمسامی گفته است خاوری بازنشسته بود برای برگرداندن حکم بازنشستگی آن باید هیئت دولت جلسه تشکیل میداد در دولت توانستند اشتغال به کار خاوری را بگیرند و بر سر کار آمد سرپرست وزارت دارایی در دوره آقای احمدی نژاد همچنین در ادامه خودسریهای این رئیس جمهور جنجلی میگفت وزیر اقتصاد حکم خاوری را زد بانک مرکزی رزومه بانکیش را تایید کرد و رئیس جمهور هم تاییدش کرد اما وقتی اختلاس کرد فقط به جرم او رسیدگی شد پس دیگران چه مگر در زیارت آشورا نمیخوانیم همه کسانی که در یک ظلم دخیل بودند لعنت می شوند معلوم است که در این جریان داستان هایی بود است تازه آقایان به دوره خودشان افتخار هم می کنند اما بیشترین اختلاس ها در طول تاریخ ایران در دوره همین محمود احمدی نژاد و همان وزیر اقتصاد اتفاق افتاده است ادامه آن سوی خبر در حوزه همگرایی های سیاسی و جناهی برگزاری جلسات معتلفه با جامعتین تازه ترین رویدادی است که تنها چند روز پس از انتخاب یزدی به عنوان رئیس خبرگان انجام می شود محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب معتلفه اسلامی در گفتگوی با تصنیم از ادامه جلسات حزب معتلفه اسلامی با محمد یزدی و موحدی کرمانی خبر داده است. آقای حبیبی گفته است سیاست کلی ما از یک سال پیش این است که از ظرفیت حزب معتلفه برای اعتلاف اصولگرایان با محوریت جامعتین استفاده کنیم که در این راستا تا کنون جلسات زیادی با محمد یزدی و موحدی کرمانی داشتیم و باز هم این جلسات را ادامه خواهیم داد. دبیر کل حزب اصولگرای معتلفه همچنین می گفت تا به حال هر وقت ضرورت داشت با جامعه مدرسین حوزه علمیه قوم و جامعه روحانیت مبارز که موسوم به جامعتین هستند مذاکره داشتیم و مقتضی با شرایط روز با هر دستگاه یا شخصیتی که تشخیص دهیم برای اعتلاف اصولگرایان می تواند مؤثر باشد قطعا صحبت خواهیم کرد. و در سوی دیگر ماجرا موجی از اخبار و شایعات از دستگیری مهدی هاشمی فرزند رفسنجانی آن هم تنها چند روز پس از شکست رفسنجانی در انتخابات در هیئت رئیس خبرگان به کشاکش و دوره جدیدی رسیده است و این خبر بالاخره تکذیب شد وحید هیل ابوالمعالی به خبرنگار تسنیم می گفت که این خبر در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی منتشر شده بود در حالی که کذب محض است آقای ابوالمعالی گفته بنده چند دقیقه پیش با مهدی هاشمی ملاقات داشتم و وی همکنون در منزل پدر خود آیتالله الله هاشمی رفسنجانی به سر میبرد روز گذشته رسانه های خبری از صدور حکم دادگاه انقلاب تهران برای پرونده مهدی هاشمی و ابلاغ این حکم در روزهای آینده خبر داده بودند که به احتمال زیاد جزئیات رأی صادره از سوی دادگاه در هفته آینده رسانه ای خواهد شد دادگاه مهدی هاشمی در 25 جلسه در شعبه 28 دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد علی مغیسه برگزار و در دو جلسه اول کیفرخواست وی قرائت شد و از جلسه سوم مهدی هاشمی و وکلای مدافع او در برابر اتهامات وارده به دفاع پرداختند ادامه آن سوی خبر با رویدادهای دیجیتالی در عرصه اینترنت در ایران مقابله با فیلترینگ سایت ها توسط گزارشگران بدون مرز سازمان گزارشگران بدون مرز برنامه ای را برای مقابله با فیلترینگ سایت ها توسط حکومت ها آغاز کرده است که منجر به دسترسی آسان به وبسایت های فیلتر شده از جمله گویا نیوز در ایران می شود گزارشگران بدون مرز امکان دسترسی به سایت های فیلتر شده در ایران، چین، عربستان سعودی و چند کشور دیگر را امکان پذیر کرده است. این سازمان بینال مدافع حقوق و آزادی رسانه با به راه انداختن نه وبسایت آینه یا میرر برای همانند سازی سایت هایی که دسترسی به آنها در یازده کشور ممنوع بوده این امکان را برای کاربران فراهم کرده که فیلترهای موجود را دور زده و به مطالب آنها دسترسی پیدا کنند این سازمان از ایران وبسایت گویا نیوز را انتخاب کرده که در ایران فیلتر شده است در عین حالی که علاقمندان و کاربران بیشماری در اقصا نقاط دنیا دارد آن سوی خبر را پی میگیریم با رویدادی سنفی و اعتراض کارگران به دست مزد تعیین شده برای سال 94 برنامه را ادامه می دهیم نمایندگان کارگران گفتند که اگر در جلسه تعیین دستمزد برای سال 94 درخواست آنان تأمین نشود جلسه را ترک خواهند کرد سی و یک نهاد کارگری تهران و حداقل هشت نماینده رسمی کارگران با توافق دولت و کارفرمایان درباره دستمزد تعیین شده مخالف هستند و گفتند که آن را نخواهند پذیرفت بنابر گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا جلسه تعیین مزد 94 در حالی روز جمعه برگزار می شود که بیشتر چهره های سنفی، تشکل های شاخص و نمایندگان کارگری شورای تعیین مزد با امضای مصوبه مزدی ناعادلانه مخالفند. به گزارش خبرنگار ایلنا در نامه‌ای که به امضای نمایندگان 31 نهاد سنفی کارگری رسیده است خطاب به اعضای گروه کارگری جلسات تعیین مزد سال 94 آمده بود بدین وسیله ما اعضای شوراهای اسلامی کار شرق تهران حمایت قاطع خود را از ایستادگی نمایندگان گروه کارگری شورای عالی کار در برابر افزایش ناعادلانه دستمزدهای سال 94 اعلام می‌داریم. آخرین جلسه تعیین دستمزد چهارشنبه هفته گذشته 13 اسفند برگزار شد. اگرچه دولت و کارفرمایان یک صدا بر افزایش 15 درصدی مزد بر اساس آنچه نرخ رسمی تورم خواندند پافشاری کردند. اما گروه کارگری حاضر در جلسه زیر بار پیشنهاد این دو شریک اجتماعی نرفت یک کارشناس امور کارگری در همین رابطه و موضوع به خبرگزاری ایلنا می گفت جلسه امروز جمعه شورای تعیین مزد از آن جهت حائز اهمیت است که وزارت کار دستور داد افزایش حداقل دستمزد در سال 94 را به هر ترتیبی شده به 100 هزار تومان محدود کند طبعا مقابله با تلاش منسجم نمایندگان دولت و کارفرمایان در جلسه یاد شده آزمونی سخت برای نمایندگان کارگری خواهد بود ادامه آن سوی خبر با رویدادی فرهنگی و هنری آن سوی خبر امشب را پی میگیریم زمانبندی حفاظتی برای بازدید تخت جمشید از جمله رویدادهای میراث فرهنگی امشب است سازمان میراث فرهنگی در نظر دارد با توجه به میزان زیاد بازدید کننده از بنای تاریخی تخت جمشید در تعطیلات نوروز بازدید از بخش های مختلف این بنای تاریخی را زمانبندی و با تعداد محدود بازدید کننده همزمان برنامه ریزی کند این اقدام به دلیل افزایش میزان فرسایش بخش های پربازدید تخت جمشید صورت گرفته است به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا از سالها قبل پنج کاخ محوطه جهانی تخت جمشید یعنی تچر، دروازه ملل، سدر، هدش و آپادانا از میان نه کاخ تخت جمشید برای بازدید گردشگران تعطیل است. حالا محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در همین زمینه اعلام می کند که قصد دارد ورود گردشگران به بخش های مختلف مجموعه جهانی تخت جمشید را زمان بندی کند تا از فرسایش کاخهای این محوت جلوگیری کند معاون میراث فرهنگی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا درباره علت تعطیلی پنج کاخ نامبرده شده در تخت جمشید از سالهای گذشته تا کنون این گونه جواب میداد که با توجه به حجم زیاد ورودی تعداد زیاد گردشگران در ایام نوروز و در برخی از روزهای سال به این محوطه جهانی ما به دنبال این هستیم تا بازدید کنندگان را در سطح پارسه یا پاسارگاد توضیع کنیم تا همه گردشگران در یک زمان به یک بخش وارد نشوند. ادامه خبر در آن سوی خبر با جابجایی‌های های گسترده در صدا و سیما که منجر به واکنش ریاست این نهاد تحت امر رهبری ایران شد محمد سرفراز رئیس سازمان صدا و سیما انتقاد نسبت به انعکاس اندک اخبار دولت در صدا و سیما را رد کرده و گفته است فعالیت دولت مرتب در صدا و سیما منعکس می شود. آقای سرافراز در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگاران در خصوص انتقادهای حجتالله الله ایوبی معاون سینمایی مبنی بر اینکه هنوز آن حلقه دولت گذشته در صدا و سیما حاکم است می گفت تواوتهای بین سینما و سریال سازی در تلویزیون وجود دارد و ما آن مقداری که در توانمان باشد همکاری می کنیم. رئیس صدا و سیما همچنین درباره بدیه های صدا و سیما به باشگاه های ورزشی اینگونه جواب میداد که باید بدیه ها را مدیریت کنیم تا کاهش پیدا کند صدا و سیما با روش های مختلف وظایفش را انجام می دهد. رئیس سازمان صدا و سیما در ادامه می گفت، به لحاظ تغییرات ساختاری این سازمان به ثبات رسیده است و در پایان با رویدادی بنزینی و نوروزی خبر میرسید که سهمیه نوروزی بنزین قطع شد رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در ادامه این مطالب توضیح میداد که برای امسال سهمیه سوخت نوروزی نخواهیم داشت علیرضا فیزبخش در گفتگو با ایسنا گفت یارانه ای که برای سوخت اختصاص داده شود سوخت می شود اما یارانه های درمان بسیار مفید و مؤثرتر هستند و رضایتمندی و عمومی در مردم ایجاد کرده است ایشان با اشاره به اینکه برای اختصاص 60 لیتر بنزین به هر خودرو به عنوان سهمیه سوخت نوروزی حدود 400 میلیارد تومان بودجه صرف می شود گفت اگر این رقم صرف کاری مانند خدمات درمانی بشود قطعا مردم راضی تر خواهند بود و کار مؤثرتری نیز صورت گرفته ضمن اینکه با اختصاص این سهمیه مصرف را افزایش می دهیم اقدامی که در نقطه مقابل مسائل زیست محیطی و درمانی است. و با این خبر وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می برنامه گزارش روز بلا فاصله پس از آن سوی خبر پخش خواهد شد که مروری تکمیلی و تفصیلی است بر اهم رویدادهای پخش شده در آن سوی خبر ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها این جانب از محضر یکایکتان خداحافظی می کنم تا درودی نو شامگاهی دیگر و سویه های تازه تری از آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود